اردوان روز به همکارم از واشنگتن با ماست اردوان جزئیات گزارش‌های پلیتیکو و اساساً گزارش‌های دیگر رسانه‌های آمریکایی در این ارتباط در ارتباط با تهدید مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ چه جزئیاتی داره اشاره نوشته ها و در واقع گزارش های رسانه های آمریکایی متمرکز بر روی یک مسئله خیلی مهم هستش این گونه فرامین و دستوراتی که به افراد داده میشه در جمهوری اسلامی ماهیتا شکل یک فتوا داره و وقتی شکل فتوا پیدا میکنه اصلا نه تاریخش منقضی میشه و نه بر سر ضرورت افراد اون رو تغییرش میدن نمونه عینیش در ارتباط با سلمان رشدی هستش بعض از گذشت سال از فتوای روح الله خمینی عملا فردی مثل هادی متر در شرایطی که پیش بینی میشد دیگه خطری وجود نداشته باشه به حمله کرد به این نویسنده و عملا باعث از بین بردن بخش از چشم و در واقع شد این نشون میده اینجور فتواها امریز که ملغا نخواهد شد نگرانی بسیار از دستگاه امنیتی در ایالات متحده آمریکا من موضوع رو به این ترتیب داره نگاه میکنه بزن داشته باشید چند روز پیش از این درست پیش از این دان ترامپ خواسته بود که تجهیزات قویتر نظامی ها حفاظتی از طرف دولت در اختیار قرار بدن بهش و حالا این نشون میده که این تشویش و نگرانی خیلی خیلی هم دور از عقل نیست البته جو بایدن دستور داده بود که موارد مورد نیاز در اختیارش قرار بگیره اما باید بدونیم که در لیستی که جمهوری اسلامی قرار داده و در تهدیدها اونجوری که پلیتیکو و برخی از نشریات مثل واشنگتن پست هم داره میگه این لیست فقط محدود به خود ترامپ نیست در حداقل دوازده مشاور امنیتی ترامپ هم در لیست هستن از زمانی که با حمله که در ژانویه 2020 به قاسم سلیمانی شده در عمل با دستور علی خامنه ای این شکل فتوا پیدا کرده و حالا نشانه های اطلاعاتی و امنیتی داره نشون میده که تلاش جدی از طرف جمهوری اسلامی داره میشه برای اینکه این عملیاتی بشه در چه زمانی درست در شرایط بحرانی که بحث خاورمیانه و ناامنسازی که جمهوری اسلامی در منطقه داره و همچنین انتخابات انتخابات ایالات متحده آمریکا همه اینها دست به دست هم داده که جدی به این موضوع نگاه بشه مت اولسن معاون دادستان کل آمریکا در امیت ملی گفته این تهدید جدیه یعنی اونها هم این مساله رو کاملا جدی میدونن و باور دارن ایران به وضوح اعلام کرده که مصمم انتقام بگیره و نتایجی که داریم میبینیم همین هستش و همین دلیل هستش که در حال حاضر حتی نگاهی که سخنگوی شورای امنیت ملی شانسات هم داره داره تاکید میکنه مسئله امنیت ملی مسئله مهمیه که حتی اگر جمهوری اسلامی تهدیداتش رو الان نتونه عملی کنه فرایند موجود میتونه خطر بزرگی باشه که برای ایالات متحده آمریکا یک اتفاق مهم رو بخواد رقم بزنه و همچنین بعضی از مشاوران ترامپ هم میگن این موضوع بسیار جدی هستش که میتونه تاریخ ایالات متحده آمریکا رو تغییر بده متشکرم از توضیحاتت همکارم مردبان روزبه از واشنگتن